عشق می گفت که دل منزل و مأوای من است، عقل می گفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز و ارجمندم بینندگان تلویزیون ایران فردا. اگه به خاطرتون باشه در برنامه گذشته گفتگوی داشتم با دانشمند جوان آقای دکتر علی نیری که هم به حسن خلق معروفه، هم به فروتنی، هم فوق‌العاده اشراف داره به علوم روز. و پرسش من درباره داروین بود، چون هر وقت از دکتر پرسیدم که متشخص‌ترین دانشمند تاریخ بشری کیست که خیلی کمک کرده باشه به گشوده شدن درهای بسته و آگاهی‌های انسان رو افسوده باشه، کیست، رو اشاره میکرد به داروین. داروین قطعا از دید او برترین و بزرگترینه. عزم کردم که من نظرات دو تن از شخصیت‌های مذهبی رو خونده بودم، یا دست کم محققان و پژوهشگرانی که گرایشات مذهبی دارن و از اهل مذهب به حساب میان، یعنی متفکرینی که از خانواده مذهب برخواستن. یکی آقای سید حسین نصره که خودش در MIT بوده، در هاروارد بوده، حتی در رشته فیزیک تحصیل کرده و یک بارم تأکید میکنه که من در سفر به عربستان سعودی منو بردن به دیدار یک موزه علوم طبیعی. وقتی از اونجا بیرون اومدم به مسئولان عربستان گفتم آقا این موزه رو جمع بکنید. گفتن چرا؟ گفتم به این علت که این جوانهای درس خونده میان اینا رو میبینن، بر میگردن و دیگه نماز روزشون رو ترک میکنن، چون این موزه اونها رو به فکر میندازه. و ایشون خب به کل داروین رو رد کرده، اصلا عقاید او رو قبول نداره. آقای عبدالکریم سروش هم همینطور، رساله‌ای داره، مقاله مفصلی داره، فوق العاده هم خواندنی است. در همین با ایشون هم نظریه داروین رو، نظریه برآمدن او رو رد کرد. خب میخواستم از دکتر نگری بپرسم که چرا شما اینقدر چکی میکنی روی داروین، اهمیت داروین در چیه؟ درود بر دکتر علی نگری عزیز. درود بر شما جناب آقای میبودی، و همینطور عرض ادب و سلام میدارم خدمت بینندگان گرامیتون و خسته نباشیدی به امیر عزیز در بخش فنی. پرسش بسیار خوبی است. متاسفانه بار پیش که این پرسش رو پرسید وقت برنامه به پایان رسید و نتونستیم راجع بهش صحبت کنیم. دقیقاً حقیقت این است که درست میگید، به باور من شاید داروین، حتی شما یه بار به من گفتید سه نفر، من فکر میکنم با اینکه من خودم فیزیکدان هستم، نیوتن برای من یک شخصیت بسیار بسیار بزرگی است و بدون او شاید ما هیچ وقت به این تکنولوژی و فناوری که امروز داشتیم نمیرسیدیم. مارکس رو هم گفتم به خاطر اینکه سعی کرد یک دیدگاه علمی به مسائل اجتماعی بده اسپوردم، ولی فکر میکنم باز هم حتی در بین این سه نفر من برای داروین یک جایگاه ویژه تری قائلم، برای اینکه هیچ کسی مثل او به طور مستقیم تمام ادیان رو به چالش نکشیده و از این جهت چالش کشیدن او یک چالش کاملا علمی است، نه چالش فلسفی، نه چالش فکری، یک چالش کاملا علمی است. اینکه امروز اگه کسی بگه من نظریه داروین رو قبول ندارم، مثل این است که بگوید من قبول ندارم که روز روشنه. برای اینکه بارها هم گفته شده نظریه داروین دیگه نظریه نیست، یک فکت علمی است. هر روزی که ما در جای فسیلی رو پیدا میکنیم، در جایی که یک سنگواره جدیدی رو پیدا میکنیم، تماما در تایید نظریه سرمنشأ گونه های داروین هست. و ضمن اینکه اصلا نظریه داروین بر اساس سرمنشأ گونه ها هیچ نوع تغایر و مغایرتی با اصل وجود آفریدگار نداره، منتها این دوستان خیلی به خودشون گرفتن. بله، داستان های عجیب و غریب و به زعم من کودکانه ای که در کتاب های مقدس در تمام ادیان به خصوص از نوع ابراهیمیش اومده هست، همش به چالش گرفته میشه. اینکه آدم و حوایی بودن که از بهش رانده شدن
این که به این شکلی فرض کنین کشتی نوحی ساخته شده که از هر موجودی یک زوج برده شده باشه، خب اینها داستانهای بچگانه جالبی است، ولی هیچ نوع تا به الان هیچ نوع شما مدرک و دلیلی برای این حرفا ندارید. برای یک زمانی شاید اینها خوب باشه، درست مثل داستانهایی که ما برای بچه‌هامون در دوره بچگیمون تعریف میکنیم، اما فکر میکنم دیگه باید قائل شده باشیم که بشر حداقل اگر هم به بلوغ فکری نرسیده باشه، منظورم میانگین سنی بشریت، حداقل در سن نوجوانیش قرار داره. و در همین آمریکا میدونید آقای میبودی، معمولا بچه‌ها وقتی که برای اولین بار متوجه میشن که داستان سانتا کلاس یا اون چیزی که در فارسی به پاپا نوئل یا بابا نوئل شناخته شده واقعیت نداره و کسی در قطب شمال زندگی نمی‌کنه که براشون این جوایز رو بیاره در روز کریسمس، بسیار بسیار آزرده خاطر میشن، بسیار بسیار غمگین میشن و گریه میکنن. ولی بعدها اتفاقا از پدر و مادرشون شکایت میکنن که چرا از اول واقعیت رو باشون در میون نگذاشته. به نظر من داستانهایی هم که در کتب مقدس اومده از همین نوع برای بچه ها بسیار خوب بوده در زمان خودش، برای زمانی که بشریت همچنان در طفولیتش بوده به لحاظ رشد عقلی و سنیش. اما الان به نظر من در عصر علم، در عصر ارتباطات، در عصر شکوفایی فناوری های پیشرفته، با وجود این همه مستندات و مدارک علمی، چسبیدن به این داستان ها بسیار عجیب و غریبه. و چون این دوستان به قول معروف دکانداران دین حاضر نیستن که این سمت رو به راحتی ول بکنن برای مصارف زیادی که براشون وجود داره، طبیعتاً هست که داروین رو دشمن شماره یکشون میبینن، چون هیچ عالمی در هیچ شاخه ای از علم شما میبینید که چنین مستقیم یافته هاش مسائل و تاریخ و داستانهای افسانه‌ای که در کتب مقدس اومده رو مستقیما به چالش نگرفته. این در واقع دشمنی از اونجا میاد. و درسته که ما در تاریخ فرض کنید علم کسانی مثل از خود جام شوکران سقراط بگیرید تا فرض کنید اتفاقی که برای محاکمه گالیله میفته، تا زنده زنده پوست کندن بانوی فرهیخته و اخترشناس مصری در شهر اسکندریه که معتقد بوده که زمین در مرکز عالم وجود نداره، تا سوزاندن زنده زنده در واقع جوردانو برونو که از شاگردان کوپرنیک بوده. اینها هزینه هایی بوده که غرب واقعا به نظر من برای خردگرایی و پیشرفت علم دادن. اما شاید در تاریخ ما، درسته که داروین کشته نشد به علت اینکه ما دیگه در عصر به اصطلاح پس از تاریکی بودیم، اما شاید هیچ دانشمندی، هیچ متفکری به اندازه داروین مورد تمسخر گروه‌های مذهبی و گروه‌های افراطی واقع نشده. از اینکه او به غلط ازش یاد میشه که گفتن که انسان‌ها و شامپانزه‌ها از یک در واقع نیاکان انسان ها شامپانزه ها هستن، تصاویری که از او کشیده میشه عملا تمسخر کردن اون، و تا به همین امروز هم ادامه داشته و بیشترینش هم از طرف گروه های مذهبی بوده. چرا؟ چون حقیقت چیز دیگه ای رو میگه. حقیقت کاملا میتونه متفاوت با باورهای ما باشه. باورهای ما، تجربه های شخصی ما میتونه کمترین ارتباط رو با واقعیت‌های بیرونی داشته باشه، و همین هست که مورد آزار و اذیت این دوستانی هست که میخوان به زعم خودشون همچنان داستان‌هایی که من فکر میکنم حتی وقتی که در گوشه خلوت منطق خودشون میشینن، این داستان‌ها داستان‌های غیر قابل باوری براشون باشه در کتب مقدس، اما همچنان برای اینکه میترسن با به چالش درآوردن باورمندانشون، پایه‌ها و نظام فکری خودشون مورد لرزش و حتی فروریزش قرار بگیره، حاضر هستن که چنین حملات سخیفی رو به زعم من به کسی مثل داروین انجام بدن.
به خاورمیانه کاری نداره. خاورمیانه مثل چیه؟ ساعتی است که عقربه نداریم، اصلا نمیدونیم کجا ایستادیم، کی، چه زمانی. اما بریم بر سر دیالکتیک کائنات. دیالکتیک بر زمین رو هم میشناسیم، اشاره کردن به مارکس، جای گلم خالی است، واقعیت داره. اما آقای بسیاری از دانشمندان معتقدن که اگر ما زندگی تمدن بشر از ساعت صفر شروع باشه، ما الان ساعت 11:30 تاریخ تمدن، یعنی فقط نیم ساعت دیگه وقت داریم، نیم ساعت دیگه تمام میشه همه چیز. میخوام ببینم چنین برداشتی شما دارید. بالاخره وقتی به سرنوشت خود کائنات نگاه میکنیم، قاعدتا باید یک جای نقطه پایان باشه و نقطه شروع از نو. اون چیزی که ما بر اساس کاملا درست میگین آقای میبودی، اون چیزی هم که ما بر اساس مستندات و شواهد داریم میبینیم این است که زمین 5 دوره بزرگ انحطاط و انقراض رو در گونه های مختلفی که داشته از سر گذرونده. نتیجه آخرین انقراض اون این بوده که انسان‌ها پا به میون گذاشتن. امروزه بحث بسیار بزرگی است در بین تقریبا اکثر متفکرین و دانشمندان علمی که دوره بزرگ یا موج بزرگ ششمین انقراض در راهه، و تقریبا ما در طول تاریخ طبیعی هیچ نوع موجودی رو حداقل در روی زمین، حالا شما که حتی فراتر رفتید، واقعیت این است که در کل عالم، در تمام کهکشان‌ها شما سیر و سیاحت بکنید می‌بینید که هیچ چیزی عمر جاودانی نداشته و همه چیز از بین رفته و دو مرتبه باز تولید شده، و این چرخه مرگ و باز تولید در جابجای عالم و در طول تاریخ عالم ادامه داشته. اما اگر بخوایم در یک مقیاس کوچکتر فقط خود زمین رو هم در نظر بگیریم، بارها و بارها ما تا مرز 99% و بیشتر، 99.5% موجودات روی زمین از بین رفتن تقریبا در هر دوره انقراضش، و در آخرین دوره انقراض که ظاهرا با برخورد یک ستاره دنباله‌دار یا یک سیارکی به زمین خورده که دایناسورها رو از بین برده 65 میلیون سال پیش، تا این دوره آخر. خیلی جالبه این چیزی که بهتون میگم آقای میبودی، دقیقاً در ارتباط با مقاله ای است که هفته پیش در مجله ساینس به چاپ رسید، معتبرترین مجله علمی در کل دنیا، و اون این است که دانشمندان دارن هشدار میدن که موج ششم انقراض شروع شده. میخواین بدونین به چه ترتیب؟ کی مقصره؟ انسان ها هستن که موجودات رو دارن بی رویه میکشن، بی رویه قتل عام میکنن. انسان ها هستن که دارن به طبیعت تجاوز میکنن با دگرگون کردن وضعیت طبیعی در بسیاری از سرزمین ها. عملا گونه ها از بین رفتن. انسان ها نمیخوان در نظر بگیرن که در همین 100 سال گذشته بسیاری از گونه ها از بین رفتن. ما خودمون امروز داریم در ایران در مورد انقراض پلنگ ایرانی صحبت میکنیم، شیر ایرانی که مدت هاست منقرض شده رفته، ببر مازندران رو کی از بین برده؟ انسان ها، ماها و بسیاری گونه های دیگه در جای جای طبیعت. بنابراین با این تغییراتی که انسان ها دارن میدن، نوبت اونها هم خواهد بود. با این تغییرات وسیعی که دارن انسان ها نه تنها به حقوق بشر تجاوز کردن، به حقوق حیوانات که به خاطر اتفاقا باورهای دینی که دارن، اینکه خودشون رو اشرف مخلوقات تصور کردن و این اشرف مخلوقات بودن بهشون این اجازه رو داده که هر نوع دخل و تصرفی رو در طبیعت در بین موجودات انجام بدن، باعث شده که عملا شرایط انقراض برای خود انسان ها به وجود بیاد. متاسفانه بنابراین ارتباط تنگاتنگ و انکارناپذیر وجود داره بین حق انسان، حق تمام موجوداتی که روی کره زمین زندگی کنه و در سایر به اصطلاح سیار فرق نمی کنه، و قواعد و قوانینی که بر این کائنات حاکمه. یعنی یه ارتباط تنگ، ارتباط مستقیم ما بین همه اینا وجود داره. اما متاسفانه همینطور که دکتر نگری گفت، ما داریم در واقع به نوعی علیه طبیعت، علیه نظام کائنات قیام میکنیم و خیانت داریم میکنیم به این مجموعه دستاوردها و امانتی که در اختیار ما بوده. بله کاملا درست آقای میبودی، و جالب هست که انسان داره با، شاید ما احتیاج دیگه به یک
سیارک یا یک ستاره دنباله‌دار یا یک جرم سماوی و آسمانی دیگه ای نباشه که نسل انسان‌ها رو منقرض کنه. خود انسان‌ها دارن بیشترین تقلا و کوشش رو میکنن که خودشون رو منقرض کنن. گفتگو با دکتر نیریری دنبال میکنیم هفته آینده. همینان هم حتما این بحث جالب رو با علی نیری عزیز پی بگیرید. فکر نکنید فقط اهل فیزیک ها، اهل شعر عاشق پیشه است، خیلی فروتنه، خیلی دوست داشتنی، لطیف، ذهن خیلی انسانی داره و آرزوی سعادت دارم براش و سایه بلند عمر. ممنونم، سپاسگزارم از لطف و محبت شما آقای میبودی عزیز و گرامی. خب تا هفته آینده آقای نیری. تا هفته آینده. درست کردن املت بدون شکستن تخم مرغ غیر ممکنه. عرض ادب مجدد خدمت شما همگنان عزیز و ارجمندم. به خاطرتون باشه یه دو سه هفته گفتگو کردیم با مهندس فریبرز صحبا، سازنده لیتوس، نیایشگاه نیلوفر آبی، که هندوها، نجسها، مسلمونها، جالبه، باهائیها، زرتشتیها، بوداییها همه یک جا در اونجا نیایش میکنن و یکی از پربازدید کننده ترین بناهای تاریخه، بناهای تاریخ. جالب اینه که این بنا با اینکه هنوز سازندش حی حاضر زنده است، حیات داره، مزاده کاندید شده برای ثبت در فهرست میراث جهان. این خیلی مهمه، در فهرست میراث جهان. سازنده که هموطن ما، گفتگو با ایشون نیمه تمام باقی موند. آقای فریبرز صحبا رو کجا پیدا کردیم؟ در منزلشون، در اتاق کارشون اون سوی دنیا. اجازه بدید که به ایشون عرض سلامی داشته باشم. درود بر شما مهندس صحبای عزیز. قربان محبت رو تو شما، منم عرض ارادت دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. الان کجا کتابخونه‌تون اونجا؟ بله بله اینجا. اون عکسی که پشت سرتونه چیه؟ اون زدی به دیوار؟ عکس مختلفی، یه مقداری از این عکسایی که در زمان کارهای ما با یا جوایزی هستن، مثلا فقط یادگارهایی از سالهای کار من در نقاط مختلف دنیا. خسته نباشید. من دسبا چند تا جایزه گرفتی بابت این کارت؟ چند جایزه جهان؟ این جوایز معماری خیلی زیادن و روزنامه، مجلات مختلف، مؤسسات مختلف جوایز مختلفی میدن، ولی مهمترین جایزه‌ای که این جوایزی که این معبد دریافت کرده به نظر من یکی این است که از طرف مؤسسه مهندسین ساختمان‌های مذهبی. بله. که افیلیت وابسته است به مؤسسه مهندسین معمار امریکا، جایزه بهترین بنای مذهبی رو برده. که معمولا بر طبق هیستوری، چون این جایزه رو در واقع کلیسا میده و این جایزه بیشتر همیشه جوایزش به کلیساهای خیلی مشهور دنیا دریافت کردن، این اولین بار بوده که یک ساختمان که غیر واقعا یه ساختمان که مستقیما وابستگی به کلیسا نداره برنده شده. دوم جایزه‌ای که خیلی اهمیت داره، جایزه مهندسین مهندسین انجمن مهندسین انگلستان هست که اینها جایزه گولد اوارد گرفته است به خاطر ساختمان و استراکچر، ساختار بنا. یکی هم از مؤسسه مهندسین نور در دنیا در امریکای شمالی این جایزه رو گرفته به عنوان بهترین طرح نور در شهر که در اونجا است. و در این حال یک جایزه دیگه هم که خیلی اهمیت داره، جایزه بهترین بنای بتن در دنیا در سال فکر میکنم 1990، درست تاریخش یادم نیست، در اون سال بهترین بنای بتن در دنیا شده است که اینم خیلی اهمیت، این جوایز. اگر نه جوایز مختلف خیلی زیاد برده که من دیگه وارد اونها نمیشم. بسیار خیلی ممنون. شبکه های اجتماعی نگاه میکردم، دیدم که سوال از من، یعنی در واقع پرسیدن که از آقای صحبا بپرسید ایشون ازدواج کردن، فرزند دارن، چند تا فرزند دارن،
چی ازدواج کردن؟ اطلاعات شخصی میخوان از شما. الو ارتباط ما زارن قطع شده. امیر عزیزال تلاش میکنه که ارتباط رو برقرار کنه. داریم گفتگو میکنیم با آقای فریدبرز صحبا، سازنده نیایشگاه لوتوس یا نیلوفر آبی در هند، که الان توانسته حتی بر بازدید کنندگان تاج محل از نظر تعداد بازدید کننده فائق، یعنی الان شماره کسانی که لوتوس رو تماشا میکنن خیلی بیشتر از تاج محل، گرچه تاج محل هم بالاخره هرچه باشه یه جوری با تاریخ و مملکت و فرهنگ ما ارتباط برقرار میکنه. اولا این ساختمان به خاطر یک دختر خانم ایرانی ساخته شده، مادر 14 فرزند که همسر یک از پادشاهان گورکانی بود، و او به یاد همسر نازنینش که متاسفانه خیلی جوان در گذشت، این بنای حیرت انگیز رو ساخت. مضاف بر اینکه سازندگان تاج محل هم ایرانی هستند، یکی از مهندسان تاج محل شیرازیه که از شیراز رفت به هندوستان. ارتباط برقرار شد؟ خب ارتباط برقرار شد، خوشبختانه. آیمند صحبا مجددن عرض ادب. آرمان محبت شما، ببخشید این سیستم های تکنیک به نظر میاد که اینقدرم کامل نیستن. به من بفرمایید که اول سوال کردن شبکه های اجتماعی که شما ازدواج کردید، همسر دارید، چند تا فرزند دارید، یه توضیح خواهش میکنم بدید. عرض کنم که من ازدواج کردم، 3 فرزند دارم. همسرتون ایرانی هن؟ بله بله، همسر ایرانی. سه فرزند دارم، یکی پسر، پسر من پسر، 2 پسر و 1 دختر. پسر بزرگم در کنیا زندگی میکنه، دایرکتر سازمان ملل هست، در گلوبال دایرکتر در قسمت حفظ محیط زیست، آفرین، و در اونجا مشغول به کار است. و پسر دوم من در امریکای مرکزی کوستاریکا یک کمپانی کامپیوتر و سافت‌ویر دیزاین داره. و دختر من شیرین صحبا نقاش خیلی مشهوری هست، در اگر توی گوگل سرچ بکنید برای شیرین صحبا ملاحظه می‌فهمید، نقاشی های فوق‌العاده جالبی داره و در سرتاسر دنیا کارش مشهور است. این است که و اونم این بچه های من، 2 پسرم متولد ایران هستن و دخترم متولد هندوستان. آقای صحبا، آیا فرزندانتون هرگز این ساختمان خودشون از نزدیک دیدن یا نه؟ بله بله، این بچه ها توی این ساختمان بزرگ شدن. ما 10 سال، من 10 سال روی این ساختمان کار میکردم و 2 پسر من که اون موقع کاملا مرتب می آمدن و با من بودن و با من زندگی، همه بچه های من و خانمم با من با هم در هندوستان زندگی میکردیم. بعد در دختر من در هندوستان متولد شد، در همون موقعی که من مشغول این کار ساختمان بودم. یعنی شیرین خانم، یعنی شیرین دیدم. به اتفاقا فوق العاده به هندوستان، و چون این مدت ها در اونجا زندگی کردن و خیلی از نزدیک با این با مردم فرهیخته و فهمیده بود، اهل هنر در اونجا آشنا بودن، خیلی به هندوستان رابطه دارن و خیلی علاقه مندن. علاقه. زبان فارسی هم که همه خوبن ها؟ بله بله کامل، هر 3 زبان فارسی رو کامل میدونن و کار خیلی صحبت میکنن، خیلی فوق العاده خوب. به من بفرمایید پسرتون که مدیر به اصطلاح محیط زیست جهان در سازمان ملل متحد، چی میگه راجع به محیط زیست این گرمایش زمین؟ والا این الان همین اخیراً یک کنفرانسی بود در کنیا که تمام سران ممالک و از جمله رئیس سازمان ملل و بسیاری از نخست وزیرها و ریاست جمهوری های کشورهای مختلف شرکت میکردن. اتفاقا در اولین جلسه این کنفرانس روز اول پسر من ناظم جلسه و در این حال اولین ناطق این جلسه بود، و این کنفرانس فوق العاده در مسئله محیط زیست و گرمای محیط زیست
نگران بودن و البته معلوم شد که یعنی تصمیمات خیلی مهمی مشورت کردند و صحبت کردند و واقعا بسیار جای نگرانی داره، خیلی نگرانن همه. آقای صحوا، امیدوارم یه دفعه فرصت بشه حتما بحث، فکر کنم خیلی بحث جالبی باشه. از زمانی که شما این بنا رو در هندوستان و در یک نزدیکی دهلی ایجاد کردید، میخوام ببینم تأثیرش رو زندگی عمومی مردم چی بوده. مردمی که در اون نواحی زندگی میکردن به نظر میسه زندگیشون دچار تغییرات عمده شده، زندگی اقتصادیشون، زندگی اجتماعیشون. خب هر سال تعداد هر روز شمار زیادی میان برای دیدن این بنا، در نتیجه ارتباطات اینها با دنیای بیرون بیشتر شده. اینو حتما یادم باشه در یه برنامه مفصل با شما صحبت بکنم. اما آخرین سوالم از شما تو این برنامه فعلا اینه که آیا طرح رؤیای دیگری هم هنوز در سر دارید؟ چون به نظرم این طرحتون واقعا یه طرح افسانه‌ای بوده، آیا هنوزم طرح دیگری تو سرتون هست؟ حالا میدونید آرشیتکت همیشه در زندگیش دائم داره در فکر این کار من مثل توی خون و پوست آدم میره، همونطور که میدونم که شما ممکن نیست یک دقیقه بتونید زندگی بکنید بدون اینکه این افکار و مسائلی که در صبح تا شب باش سر و کار دارید و صحبت میکنید از ذهنتون خارج بشه. من هر ساختمونی که در دنیا میبینم فوراً یک فکر عجیبی توی سر من میفته و با خودم هی خودم رو به چالش میگیرم که اگر من قرار بود این ساختمان رو طرح بکنم چطور طرح میکردم. حقیقتاً انسان دائما در فکر این طرح است و من واقعاً بناهای آرزو دارم، بناهایی که تو ذهنم هست، فکرهای دائما هر بنایی رو که میبینم، هر کشوری رو که میبینم، برام این سپیس و محیط، یعنی واقعا این فضای معماری مطرح میشه. به خصوص ما که ایرانی هستیم و تمام فرهنگ و فکر و روح ما سرچشمه گرفته است از روح معماری ایران، واقعا رنگ و تناسبات و همه چیزی که آدم در صبح دائما در هر روز زندگی باش در تماس هست، اون رو به فکر ما میداره که و مقایسه میکنه دائما فضاها رو با هم، امکانات رو با هم. اینی که همونطور که میفرمایید واقعا من توی ذهنم هست و آرزو دارم. همیشه انسان فکر میکنه که اون بهترینی رو که باید بکنم هنوز نکردم. نکردی، امیدوارم این کار رو در ایران انجام بدید. تشکر میکنم مهندس سریوز صحبای عزیز، تا دیداری دیگر. قربان لطف و محبت شما. تشکر میکنم ضمیر درخشان، تا برنامه آینده.